إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بدون مطالعه، بدون برای شما بررسی و غیره، نمیایم روی آنکن بخواهیم برای شما مثلا حرف بی اساسی بزنیم، بعد فردا از ما کاری با اهل سنت هم نداریم. بعد که شیعه های ما میگن بله فلانه با این به قول دبدبه کوکب آمده یک مطالب بی اساس و بی سند و بی مدرک گفته. از منابع اهل سنت میاریم، ادله مون هم اعلام میکنیم، از کتاب های خود اونها حقانیت مذهب شیعه امامت امیرالمومنین رو اثبات میکنیم. جلد اول صفحه 264، جلد اول صفحه 265، جلد 3 صفحه 374، جلد 13 صفحه 178، جلد 3 صفحه 323، جلد اول صفحه 85. کارشناسان این شبکه ها حداقل یکی از این مدارک که ما آوردیم بیان میگن مدرک دروغه، یا حداقل بیان توجیه کنن. الفتوح ابن اعصم جلد 4 صفحه 288، الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 12 صفحه 380، عقد الفرید آقای ابن عبد رب جلد 4 صفحه 475. بیاید از اینها به ما جواب بدید که این مطالبی که در کتابهای شما آمده و منابع دست اول شما هم ذکر شده، اینها را شما بردارید جواب بدید. و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام میکنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه، برای هر مدرکش 100,000 تومان جایزه میدیم. دیگه از این بهتر دیگه، این دیگه تحدیست دیگه، برای شما عرض کنم تعارف هم ما نداریم. بی حیا باش و هر چه خواهی کن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرمایند اذا لم تستح فاصنع ما شئت، یعنی اگر حیا نداشتی هر چه خواهی بکن. حالا این شده قصه حاج آقای قزوینی که پس از رسوایی‌های متعدد و پخش کلیپ‌های داله بر خیانت و تلبیس و تدلیس و دروغ‌هایشان گویا هنوز آبرو رو خورده و حیا را قی کردند و بر امام مزی دروغ می‌بندند. اکنون با هم این کلیپ را می‌بینیم تا بدانید بی حیا هر کاری می‌کند. یا آقای مزی، برای شما عرض کنم در تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 557 ایشون میگه لما مات النبی کفر الناس الا خمسه، بله. مردم کافر شدن غیر از 5 نفر، بله. خب بفرد این 5 نفر کیا بودن؟ حتما یکیش ابابک بوده، یکیش عمر بوده، یکیش عثمان بوده، اگر علی را مسلمان بدانید، بله. اون بوده و امام حسین. غیر از اینا من گمان نمی کنم شما دیگه داشته باشید. شما جناب آیت الله که حیا را خورده و آبرو را قی کرده چنان وانمود می کند که گوینده این سخن امام مزی می باشد، در حالی که امام مزی در تهذیب الکمال شرح حال یکی از راویان به نام عمر بن ثابت بکری را ذکر می کند و اقوال علما را درباره ایشان چنین بیان می دارد. ابن مبارک درباره او میگوید از عمر بن ثابت حدیث روایت نکنید، زیرا او به پیشینیان این امت بد میگفت.
و یحیی ابن معین میگوید او عمرو ابن ثابت انسان قابل اعتمادی نیست و روایتش نوشته نمی شود و همچنین میگوید عمرو ابن ثابت انسان غیر قابل اعتمادی است. امام ابو زرعی رازی میگوید احادیث عمرو ابن ثابت ضعیف است. امام ابو حاتم رازی میگوید احادیث عمرو ابن ثابت ضعیف است. احادیثش فقط قابل نوشتن می باشد، یعنی قابل استدلال و احتجاج نیست و او انسان بدرأی و یک شیعه تندرو بود. امام بخاری می گوید در نزد علمای حدیث قوی نیست. امام ابو داود درباره عمرو بن ثابت می گوید او یک رافضی خبیث می باشد و در جای دیگری فرمودند انسان فرومایه‌ای است. حناد میگوید من بر جنازه اش نماز نخواندم. این شخص یعنی عمرو بن ثابت روایت میکند وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند تمام مردم به جز 5 نفر همه کافر شدند. بینندگان عزیز، مشاهده فرمودید که چگونه حضرت آیت الله محقق و شیخ مفید زمان بار دیگر با تلبیس و مغلطه کلامی را که امام مزی از یک شخص غیر قابل اعتماد نزد علمای اهل سنت نقل می کند به خود امام مزی نسبت می دهد و این امر از ایشان بعید نیست، چرا که آقایان تهمت زدن به مخالفان و دروغ بستن به آنها و دشنام دادن ایشان را عبادت می دانند. پس حتما جناب آیت الله این خیانت را به نیت 14 معصوم انجام دادند و چه خوش گفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا لم تستح فاصنع ما شئت، بی حیا باش و هر چه خواهی کن. این قدر یعنی دروغ پردازی نکنید، این قدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست.